یک نمونهش اینجا مشاهده میکنید، مجری شبکه من و تو. بفرمایید. من و تو لباس سبزی بر تن کرده، دقیقاً همون رنگ ست کرده. اینها یه دم از دوستان میگه نه ببینید شما توهم توطئه دارید، بدبین هستید به قضايا. این اتفاق است. اتفاقاً دوستان تجربه رو از من داشته باشید. رنگ دوستان یک پیام هست. مجری من و تو به صورت لفظی نمیتواند، نه اجازه دارد که بیاد از سپاه پاسداران حمایت کنه، ولی با رنگ میتونه سیگنالش رو بفرسته. سیگنال رو برای کی میفرسته؟ برای داخل کشور، که ما هم با شما هستیم و حواستون باشه. مجری ایران اینترنشنال بی بی سی فارسی با این طریق سیگنال هاشون رو میفرستن دیگه. الان سپاه تروریستی خطرناک. من از کی فهمیدم این روش سیگنال فرستادن هست دوستان؟ سر انتخابات حسن کلیدساز بود، دیدم شب انتخابات و روز بعدش همه کراوات ها بنفش شده، لباس ها بنفش شده. مجری بی بی سی رو می دیدی لباس بنفش پوشیده، اون یکیشون کراوات بنفش زده، صدای آمریکا همینجور، همین سیامک دهقانپور کراوات بنفش زده، علیرضا غوری‌زاده بنفش، سازگارا بنفش، اینا رو دقیق یادم هستا. ببینید کراوات بنفش و دستمال جیبی بنفش کی هست؟ موقع انتصابات حسن کلیدساز. کد رو دارن میفرستن. بریم سراغ روز شمار انتخاب، روز آخر هم هست. همه ی حرفامون رو بعد امروز بزنیم. فردا صندوق های رای، حالا کدومتون میدین رای میدین کدوم نمیدین؟ من نمیدین که این تکلیف هم براتون نمیدین، اما حواستون جمع باشه. این نمایشنامه نباید برندهی به نام سعید جلیلی داشته باشه. سیگنال رو مشاهده فرمودید، شب انتخابات هست. من کاری ندارم که رحمی غوری زاده، من کاری ندارم رحمی دید ندید، برای من کاری ندارم. ولی این نمایش نامه نباید برندهی به اسم سعید جریان چی؟ یعنی برید به حسن کلیدساز رای بدید. خیلی ها میبینن ساده رد میشن، نه اینم که خوبه، اینم که داره بالاخره آگاهی رسانیم که اونم خوبه. لای خطها رو بخونید عزیزان، لای خطها رو بخونید، ببینید چه نقشه هایی براتون میکشن. ساده نباشید. تا کی سادگی؟ همون شب انتخابات همین نوری زاده، سیامک دهقانپور، اون یکی این یکی، همه جون بنفش پوشیده بودن، کد میفرستادن. روز بعد از تحریم سپاه مشاهده کنید دوستان، عکسش رو امروز گذاشتم تو فیسبوک هم گذاشتم. بفرمایید. این روز بعد از، اجازه بدید اینجا یک، این روز بعد از تحریم سپاه هست. بفرمایید. مجری من و تو و مجری صدا سیمای جمهوری اسلامی در پایین. این مسیح علی نجاد رو حالا بعد واردش میشیم توضیح میدیم. مجری شبکه بی بی سی. چه رنگی لباسش دوستان؟ میخونید لای خطوط رو یا نه؟ متوجه میشید چه جوری سیگنال میفرستن یا نه؟ لباس های سبز سپاه در پشت و لباس های سبز سپاه بر تن، یعنی منم با شما هستم، یعنی ما هم هستیم. سیگنال رو داره میفرسته. این کی هست؟ ایران اینترنشنال، شبکه تازه تأسیس. چه لباسی پوشیده؟ لباس سپاهی ها در پشت و لباس خودش هم همون رنگی. مدیونید اگه فکر کنید که اینها مثلا تصادفی همشون
لباس پوشیدن. مدیونید فکر کنید. و خانم مسیح علی نجات، مسیح علی نجات، الان خیلی ها اومدن نه این برنامه 4 آفریلش بود، شما چرا عکسشو گذاشتید؟ ببینید مسیح علی نجات خط دهنده اصلی هست دوستان. سرسیگنال متعلق به مسیح علی نجات هست. مسیح علی نجاته که با وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط. مسیح علی نجات هست که از طریق باندهایی که داره، از طریق لابیهایی که داره میفهمه کی قرار سپاه رو تحریم کنه. سیگنال اصلی رو اون میفرسته چند روز قبلتر. یکی اومده نوشته حتی آمریکایی ها هم نمیدونستن چه روزی میخواد. نه عزیزان من، روزهاش تعیین شده. شما هستید که فقط چشمتون به اخبار هست. کسانی که ارتباط دارند روز تحریم رو هم میدونن. مگه شوخی هست برای نزدیک 300-400 نفر نماینده مجلس یه دفعه پاشن و این همه لباس سپاهی بدوزن، همه بپوشن و بلندشن بیان تو مجلس؟ همچی چیزی تا حالا دیده بودید؟ پس میدونستن، جریان رو میدونستن که سپاه قرار چه روزی تحریم بشه. حالا اگه مسیح علی نجات روز 4 آپریل سیگنالش رو فرستاده، شما خیال نکنید که مثلا تصادفی بوده این لباس سبز سپاهی. و همینطور که اینجا میبینید در 24 مارس در روزنامه های آمریکا نوشته است که سپاه پاسداران قرار هست در لیست تروریستی قرار داده بشه.